سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. احمد نوربالا، دبیر کمیته تخصصی سلامت روان کووید 19 در ایران، میگوید نزدیک به 30% جامعه ایرانی با اختلالات روانی ناشی از کرونا درگیرند. به گفته نوربالا، این آمارها بر اساس پژوهش دی ماه 99 و با شرکت 25,000 شهروند به دست آمده است. این مقام وزارت بهداشت همچنین گفته است که کرونا اختلالات روانی را تشدید کرده و کسانی که به این بیماری مبتلا شده یا یکی از بستگان خود را به خاطر کرونا از دست دادند، بیشتر دچار اختلالات روانی شدند. نوربالا با اشاره به بررسی‌های علمی گفته، میزان اختلالات روان در دوران کرونا به شدت افزایش یافته و این در حالی است که پژوهش یاد شده زمانی انجام شد که کشور هنوز درگیر پیک پنجم نبوده است. معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در سال گذشته تایید کرده بود که بروز اختلالات روانپزشکی پس از شیوع کرونا دور از انتظار نیست. اما عوارض روانی بیماری کرونا کدام ها هستند و چگونه در یک فرد و جامعه خود را نشان می دهند؟ راه کنترل اختلالات روانی ناشی از بیماری کرونا چیست و رسیدگی به آن چه اندازه ضروری است؟ در دیدگاه این پرسش ها را با مریم شادمانی، روانشناس و رواندرمانگر از انگلستان در میان می‌گذاریم. خانم شادمانی، اختلالات روانی بیماری کرونا چه مشخصاتی دارن؟ چه آثاری در روان مبتلایان به جا میگذاره؟ وقتی که ما در مورد اختلالاتش صحبت میکنیم بعد از دوران کرونا، کسایی که در واقع تاریخچه از مشکلات و اختلالات روحی روانی رو داشتن در معرض آسیب بیشتری هستن و بعد از اینکه دچار کرونا میشن یا در مدتی که توش هستن، اون موقعی که کرونا میگن، یکی از مواردی که توی ریسرچ ها و تحقیقات نشون داده، مشکلیه که در مدل خیلی حادش که باید بستری بشن بیمارستان و یا ICU برن، خیلی از کسانی که مبتلا شدن دچار توهم شدید میشن و چیزهایی میبینن یا میشنون که ممکنه واقعیت نداشته باشه، ولی بعد از اینکه ریکاور میکنن و بهبودی پیدا میکنن، دچار مشکلات مثل استراب، افسردگی، آسیب‌های روحی روانی که در واقع با هر استرس یا هر موقعیتی به رو میاد و حساس‌ترش رو میکنه. و این بستگی به این داره که وقتی که ما میگیم کسایی که کرونا گرفتن، فقط اونایی نیستن که کرونا گرفتن، اینها تقسیم میشن به 4 گروه و کسایی که خودشون دچار کرونا میشن، خیلی بدتر از همه این حالت‌های روحی روانی درشون شدت میگیره، چون ممکنه تا حد مرگ پیش رفته باشه و برگشته باشن. گروه دوم کسایی هستن که خانواده کسی هستن که یکی از نزدیکان و یکی از عزیزانشون این مریضی رو گرفته و یا فوت کرده و یا بهتر شده، ولی به خاطر اون ترس و استرابی که داشتن، اونها هم تحت تاثیر قرار میگیرن. گروه سوم که به نظر میاد زیاد در موردش ما صحبت هم نمی‌کنیم که چقدر اثر بدی میتونن داشته باشن، کسایی هستن که خیلی اطلاعات بیش از اندازه دارن، یا از طریق رادیو، تلویزیون، یا از طریق سوشال میدیا خیلی اطلاعات زیاد و اطلاعاتی که بیش از اندازه است و نگاه میکنن، استراب، افسردگیشون رو خیلی بالا میبره. گروه چهارم هم که فکر میکنم همه در موردش ما صحبت میکنیم تو همه جا، گروه کاردرمانی هست، چون اونها در واقع بعد از کسایی که خودشون کرونا، اونها کسایی هستن که خیلی روبرو میشن با مشکل مرگ، با مشکل نبود امکانات کافی، دارو، و خیلی توی روح و روانشون اثر بدی میذاره. از بین اختلال‌های روانی شایع، کدوم دسته در نتیجه ابتلا به کرونا بیشتر تشدید میشن؟ ببینین، کسایی که افسردگی خیلی شدید داشتن، یعنی تاریخچه افسردگی طولانی مدت داشتن، و کسایی که مشکل سوزوفونیک دارن، و گروه سوم کسایی هستن که اصولاً گروه آسیب پذیری هستن، یعنی به استرس خیلی ریسپاند بدی نشون میدن، عکس العمل‌های عجیب نشون میدن و ترس زیاد از حد دارن. اینها کسایی هستن که هم امکان درصد دوچار شدنشون به این مریضی بیشتره و هم ریکاوری از بهبود پیدا کردنشون توی طولانی مدت. خانم شادمانی، روان جامعه در سایه اختلال‌های روانی ناشی از کرونا دستخوش چه آسیب‌ها و چه عوارضی میشه؟ این
مسئله باعث این میشه که وقتی در مورد کرونا ما حرف میزنیم به خاطر اینکه نمیخوایم این مریضی شروع پیدا کنه و از آدم ها میخوایم قرنطینه کنن، با کسی معاشرت نکنن، باعث مشکل تنهایی میشه. توی یه سری از موارد دیگه باعث از دست دادن کار و نداشتن درآمد میشه، باعث کار کردن در خونه، تصمیمات پزشکی سخت گرفتن. ولی از همه مهمتر اینه که به خاطر اینکه این مسئله شاید باعث بشه خیلی ها کارشون رو از دست بدن یا مشکلات دیگه پیش بیاد و ندونستن از آینده نامعلوم که نمیدونن آینده بعد در واقع براشون چیزی رقم زده، باعث افسردگی و استراب میشه، باعث اعتیاد میشه، آدم ها رو میارن به استفاده از مواد مخدر و یا الکل یا از داروهایی که با نسخه میتونن بگیرن و همه اینها ضرباتی که یه جامعه تجربه میکنه با همچین مشکلی. این که گفته میشه 30% جامعه ایران با اختلالهای روانی ناشی از کرونا درگیر هستن، از منظر روانشناسی چه وضعیتی رو بیان میکنه خانم شادمانی؟ طبق آماری که الان به دست اومده، از هر 3 نفر 1 نفر بعد از کرونا دچار اختلالات روحی روانی خیلی عمیقی میشن و این نشون میده که 30% تقریبا درصد خیلی بالاییه و این احتیاج به رسیدگی داره. حالا وقتی ما میگیم رسیدگی، منظور میمونه که یکی از اینکه باید کنترل بشه اون ترس بیش از اندازه مردمه، به خاطر اینکه این گروهی که ما صحبت میکنیم که مشکلات روحی روانی دارن و آسیب میبینن، گروهی هم هستن که خودشونو در معرض خطر بیشتری میتونن بذارن و این قسمتی که ما احتیاج به پیشگیری داریم، احتیاج به راههای صحبت کردن، اینکه بیشتر در مورد این صحبت کنیم که چقدر بعد از کرونا از نظر روحی روانی به آدمها فشار میاد، چه ساپورتی میتونیم بهشون بدیم، چه میتونیم کمکشون کنیم و اینکه کلن با مثلا با زدن واکسن این برای کل جامعه آرامشی رو با خودش میاره که امید به آینده رو میاره، چون وقتی که شما نمیدونین آینده چی میشه و امیدی ندارین، کسی که حال افسردگی یا استراب داره رو حالش رو خیلی حادتر و بدتر میکنه. یه مقدار جزئی تر برای ما از نمودهای اجتماعی و فردی اختلالات روانی کرونا میگید خانم شادمانی؟ ببینید، ما همیشه وقتی در مورد این مسئله سوال میکنیم باید به خودمون یادآوری کنیم کسایی که خط اول و از همه نزدیکتر با این مسائل کار میکنن بیشتر از هر کسی میتونن مورد آسیب قرار بگیرن، مثل کسایی که خبرنگارن، مثل معلمها، مثل کسایی که مقاله دارن مینویسن، تحقیق دارن میکنن و حتی اگه تجربه شخصی نداشته باشن ولی با این مشکل خیلی دارن دست و پنجه نرم میکنن و بسیار مسئله حساسیه که در روح و روانشون میتونه آسیب بذاره و باعث مشکلاتی مثل افسردگی، استراب، بیخوابی شدید و مسائل دیگه بشه. در ایران روزانه نزدیک به 1000 شهروند جونشون رو از دست میدادن خانم شادمانی، هزاران نفر مبتلا میشدن. این آمار بالا و اوجگیری های کرونا چه تأثیری بر روان فردی و اجتماعی میگذاره و کنترل به موقعشون چقدر در التیام اختلالهای روانی اثر داره؟ ببینیم، با کنترل کردن استراب یا دونستن اینی که راهی هست برای کنترل بیماری‌های روحی و روانی که بعد از این مشکل به وجود میاد، خیلی میتونه به کسی که داره این تجربه رو میکنه کمک کنه، چون استرابش رو کمتر میکنه، امید به آیندهش رو بیشتر میکنه و با صحبت کردن در موردش، گاهی اوقات احتیاج به مشاوره هست با کسی که روانشناس، روانکاو، روانپزشک، حتی در کیس‌های خیلی حاد با مشورت دکتر، استفاده از دارو. همه اینها وقتی ما میگیم برای اینه که میخوایم یک آرامشی به وجود بیاد که از ترس آدم ها از کم بشه. و یه چیزی که خیلی مهمه، ما وقتی احساس ترس میکنیم یا احساس استراب میکنیم، احساس میکنیم کنترل زندگی از دستمون داره خارج میشه، ندونستن این که برای آینده چه اتفاقی میفته. و اگه بدونیم که راه میتونیم با یه سری راهکارها به خودمون یه آرامشی بدیم، این کمک میکنه که این درصدی که خیلی میخوان آسیب ببینن، آسیبی که میبینن، نمیگم نمیبینن، یعنی اصلا دیگه هیچ مشکلی نداره، ولی میشه کنترل شده باشه و بتونن یک مقداری کنترل بیشتری داشته باشن روی خودشون و اون که چه جوری میخوان با این مسئله کنار بیان توی مدت طولانی. خانم شادمانی، درمان این اختلالات چه اهمیتی داره؟ اساساً راه درمانی عوارض روانی بیماری کرونا چه چیزهایی هستند؟ راه‌های متفاوتی وجود داره. کسانی که مشکل حاد پیدا می‌کنن، من حتما بهشون توصیه می‌کنم که با یک روانپزشک یا پزشک عمومی
یا با یه روانکاو نگرانی هاشون رو در میون بذارن، به خاطر اینکه خیلی راه‌های متفاوتی هست برای اینکه بتونن این حالت‌های شدید استراب و اختلالاتی که براشون به وجود میاره رو کنترل کنن. در واقع یک راه و روشی متخصصین بهشون یاد میتونن که استرابشون بهتر باشه و بعد باعث ترس فراوون میشه از آینده. و یه قسمت دیگه مهم کرونا اینه که ترس از دست دادن رو به وجود میاره، به خاطر اینکه نه تنها شما میبینین که خیلی عزیزشون رو از دست دادن، حتی کسی هم که از کرونا حالش خوب شده گاهی اوقات توی مدت طولانی آسیب‌های شدیدی دیده، یعنی باعث این شده که اعضای بدن شاید گاهی اوقات مثل دست ها، کلام، همه اینها باعث این شده که یعنی تحت تاثیر قرار گرفته و یه حالت معلولیت براش به وجود آورده، که اینها احتیاج به این داره که توی مدت طولانی با یک کسی که تخصص در روانکاوی داره صحبت بشه و همونطور اگه احتیاج به دارو داره دارویی داده بشه، به خاطر اینکه در واقع با یک بحران جدید روبرو میشن. تنها این کرونا رو گرفتن و پشت سر گذاشتن، مشکلات بعد از اون احتیاج به ساپورت و کمک داره، در واقع سوگواری یک مقدار خیلی زیادیش. ببینیم یکی از مشکلاتی که خیلی مهمه و ما باید نمیتونیم بی تفاوت از کنارش رد شیم، وقتی که یک جامعه، چون الان نه تنها جامعه ایران، تمام دنیا با این مسئله درگیر هستن و این مسئله باعث آسیب‌های بزرگتری تو جامعه میشه به خاطر اینکه بعد از اینکه کرونا میگیرین، به خاطر اون بدن دردها، به خاطر اون بیخوابی ها، به خاطر اون ترس ها، این اعتیادی که آدم ها پیدا میکنن خیلی بیشتر میشه. علتش چیه؟ به خاطر اینکه میخوام مثلا بیخوابیشون رو کنترل کنن، رو میارن به قرص های خواب، رو میارن به داروهایی که با نسخه تجویز، رو میارن به مواد مخدر، رو میارن به الکل، به خاطر اینکه افسردن، استراب دارن، یه چیزی میخواد که یک دارو، یک حالت اینه که یه آرامشی از جایی به دست بیارن و همه اینها باعث این میشه که درصد اعتیاد بالا بره. بسیار سپاسگزارم از شما مریم شادمانی، روانشناس و رواندرمانگر از لندن، انگلستان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون که همراه ما بودید.